بسم الله الرحمن الرحیم. لکچر 14 است، اناتومی هد اند نک. و در این قسمت از خود نک یا از گردن میخوانیم، عضلات گردن میخوانیم و بعد ساختمان های دیگه کیج است. و باید یاد آور شویم که در مورد شراین و اویه هایی که از گردن عبور میکنه، اینا را قبلا در لکچرهای قبلی خوانده بودیم. ایج از عضلاتش و به شکل مثلث های گردن و بعد ساختمان های دیگه در لکچر میخوانیم. خب اول از قسمت عضلات گردن شروع میکنیم. یه گفتن که عضلات مهم در گردن، عضله اول ببینین به نام استرنوکلیوید مستوید یاد میشن. خیلی از نام ازی بفهمین که استرنوکلیوید مستوید یعنی از قسمت های اینا، یعنی از نواحی استرنو و اطرافش منشأ گرفته باشن و باید با قسمت چی باید اینا یک جای شده باشن؟ مستوید پروسس. که اینجا چی شدن؟ اینا یک جای شدن. میگن هنگامی که این عضله تقلص کند به شکل یک لیف مایل ظاهر میشن. هنگامی که یا تقلص میکنن به شکل چی ظاهر شدن؟ به شکل یک لیف یا به شکل یک ساختمان مایل اینا چی میشن؟ ظاهر میشن. که از جنب گردن، از قسمت استرنوکلاویکولار خامجنب، یعنی قسمت طرف گردن، اینا منشأ گرفتن. از کدام قسمت؟ از قسمت استرنوکلاویکولار جوینت اینا منشأ میگیرن و به شکل به طرف مستوید پروسس اف اسکال رفته. ببینید این قسمت ها اینه به نام مستوید پروسس یاد میکنن. اینا به مستوید پروسس چی شدن؟ به این قسمت رفتن. اوریجینشان رو ببینین. اوریجین از اینا رو میگن که منوبیریوم اف دی استرنوم اند میدیال کلاویکال، یعنی از قسمت منوبیریوم اف دی استرنوم و قسمت اونسی کلاویکال منشأ گرفته، یعنی همو منیبیریو استرنال جاینت یا استرنو کلاویکولار جاینت هم مفصلی که در بین استرنو کلاویکال است از منشأ گرفت. و ای عضله بدن میرن و همراه با مستوید پروسس که در خود اسکل است با او چی میشن؟ وصل میشن. این عضله سبب تقسیم شدن گردن با مثلث های قدامی و خلفی میشن. مثلث های گردن هم میخوانیم و امی مثلث های را که یا امی گردن که به دو مثلث قدامی و خلفی، یعنی anterior triangle و posterior triangle تقسیم میکنه، این کدام ساختمان است؟ این عبارت از امی استرنوکلوید و مستوید است. کدام عضله است؟ عضله استرنوکلوید و مستوید است. ببینید دوی سه تقسیم ساخت، این طرف anterior میشه، این طرف هم چی شده؟ posterior. که دو قسمت اینا را چی ساختن؟ تقسیم ساخت. یا هم دهی تصویر ببینین، این طرف انتریور ترینگل و این طرف هم قسمت پوستیریور ترینگل میشن. و در خلف هم سعی کنین نظر دیگه است که ترپیزیوس مسل است، یعنی در خلف پوستیریور ترینگل از علیدگی قرار داشت، نامنظور چی مانده؟ پوستیریور ترینگل. که مثلث ها را هم در قسمت نک میخوانیم اینا را. کنار قدامیان، یعنی کنار قدامی استرنوکلوید مستوید گفته، این قسمت رو ببینید، این کنار قدامیشان میشه. یه چی شد؟ کنار قدامیشان شد. میگن کنار قدامیان کاروتید آرتریز کاروتید ها رو شما سعی کنین، کاروتید انترنال جوگولار وین، این قسمت رو ببینید، مثلا کاروتید آرتریز است و انترنال جوگولار است، همه قسمت های جوگولار وین ها را که یاد میشن. انترنال جوگولار وین در این تصویرم به ما نشون داده، این انترنال جوگولار وین است، این قسمت هم اکسترنال جوگولار وین شده. خیلی اینجا چی قرار گرفتن؟ انترنال جوگولار وین قرار گرفت که در این قسمت هم شما ببینین انترنال جوگولار وین برای ما اینجا نشان دادن و دومشان هم چیست؟ اکسترنال میشن. و همچنین دیپ سرویکال لنف نود ها، دیپ سرویکال لنف نود ها چیست؟ این قسمت اینا لنف نود هاست، یعنی این قسمت اگر عضله قرار داشته باشه به این شکل، دیگه ببینین دیپ سرویکال لنف نود ها هم در این قسمت قرار دارن. و همچنین بالای تایروید گلند نیز قرار گرفتن. این قسمت هم سعی کنید، قسمت قدام شده یا هم تایروید گلند شدن، یعنی خود تایروید در قسمت های قده تایروید، یعنی بالای قده تایروید هم نیز اینا
قرار گرفتن. این عضله در سطح توسط جلد صفاق. خب از بالا که شروع کنیم، اول جلد میایه، بعد از فشیا یا صفاق میایه و میشکل عضله پلاتزما. این قسمت رو ببینیم، پلاتزما مسئله است که هم میخوانیم و اکسترنال رگولار وین پوشانیده شدن، یعنی در بالای از اینا جلد آمد، صفاق آمد، بعد از او پلاتزما و اکسترنال رگولار وین در بالای اینا چی شده قرار گرفته. ببینید این قسمت استرنوکلیدومستوید میشه، این قسمتی بالایش هم ساختمان های دیگر قرار گرفتن. سطح عمیق کنار خلفی رو میگن که با سرویکال پلکسوس و فیرونیک نیر و قسمت توربی بلاخیل پلکسوس ارتباط دارن. خب کنار خلفی، این قسمت کنار قدامی شد، این قسمت هم کنار خلفی میشه. یاد این تصویر ببینین، این قسمت اینی چی میشه؟ کنار خلفی میشه این قسمت. میگه کنار خلفی از اینا را همراه با سرویکال پلکسوس، فیرونیک نیر که شعبه از این قسمت ها بود یا سرویکال پلکسوس شعبهش بود و قسمت اولوی برخیل پلکسوس ارتباط داره، این قسمت ها میگن ارتباط گرفتن باش. این جا را این قسمت های کسی یک تا سی چار اینا شامل چی میشود؟ سرویکال پلکسوس میشود که روز پیش خوانده بودیم و همچنین فرینک نرف یک شعبه که از این قسمت منشأ گرفته. اینجا ببینیم فرینک نرف و همچنین از سی پنج تا به قسمت تی یک اینا با برخیل پلکسوس میشود. خیلی کنار خلفی از این عضله امرا با اون قسمت پایینش، یعنی این قسمت ها قسمت های پایینش می شدن، امرا با این ساختمان ها چی دارن؟ ارتباط دارن یا با این ساختمان ها نزدیک است. این چی بودی؟ در مورد عضله استرنوکلیدومستوید بود. خب دیگر عضلات ها ببینین، بعد از این اول استرنوکلیدومستوید بود، دوم هم عضله چی می باشن؟ پلاتزما. پلاتزما مسئله، عضله پلاتزما، عضله پلاتزما رو ببینین که در مورد اوریجن اینا گفتن، اوریجن چی رو میگفت؟ همون قسمت منشهشان رو میگفت. میگه دیپ فیشیا آف دی اپر پارت آف دی توراکس، یعنی از قسمت صفاق عمیق قسمت بالای توراکس اینا چی شدن؟ منشه. و اینا سبب پوشش عضله پکتورالیس و عضله دلتوید شدن، از اون قسمت ها که همون صفاق را که یاد کردیم، همون دیپ فیشیا، این ساختمان های پکتورالیس و دلتوید هم همین صفاق چی ساخته بود؟ پوشانیده بودن. انزرشنشان را ببینین، یعنی ارتکاز از این عضله را ببینین. ارتکاز از این عضله در لاور باردر آف دی مندیبل، یعنی در کناره های سفلی مندیبل اینا چی میشن؟ قرار میگیرن. یعنی از قسمت های دیپ فیشیا قسمت های بالای صدر یا توراکس منشأ گرفتن این قسمت ها و با کنار زوی سفلی مندیبل اینا چی شد؟ ارتکاز کرد یا با قسمت چی شد؟ وصل کرد که در اون قسمت عضلات دیگه قرار دارن، منتلس هست، دپرسور لیبیورس هست و دپرسور انگولیورس هست که اینا را شما در قسمت فیس یا عضلات وجه خوانده بدین. نرف سپلای یا تصیبشان را ببینین، تصیب از اینا را میگن که توسط سرویکل برانچ آف فشیل نرف، یعنی شعبات سرویکل عصب فشیل که اینا را شما قبلا خوانده بدین. فشیل نرف و شعباتشان اما شعبه سرویکل یا رقبی فشیل نرف قسمت را تصیب میکنن. رول از این عضله را ببینین، رول از این عضله عبارت از دپرس آف دی مندیبل، یعنی پایین کش کردن مندیبل است. اینا چی کار میکنن؟ مندیبل به این شکل به طرف پایین کش میسازن. خب اینجا هم باز در مورد پلاتزما مسئله گفتن. اینجا گفتم که عضله پلاتزما به شکل یک ورقه عضلی است، یعنی به شکل یک عضله ورقی مانند است که هرگاه از مریض خواسته شود که گردن خود به این شکل کش بگیرن، در این صورت ایر ما چی میتونیم؟ به این شکل مشاهده میشن و عضله پلاتزما را اینجا هم ببینین که پلاتزما مثلا نشان داده و این در هر دو طرف است، ببینیم هم طرف راست و هم طرف چپ، یعنی متبارز میشه. وقتی گردن به این شکل کش گرفتگی شود، یه عضله هم متبارز میشن.
خب این عضله رو میگن از قسمت های مندیبل، یعنی قبلا گفتیم از قسمت های صدر شروع شد و به مندیبل ختم شد، اینا رو میگن که از این قسمت مندیبل اینا شروع شدن، یا از اموس قسمت هایشان رو میگن یا نواحی که در بر گرفتن، یعنی از قسمت مندیبل شروع شده و با داونورد به طرف پایین تا به قسمت های جدار قدامی صدر اینا چی دارن؟ ارتباط دارن. قبلا گفتیم منشهشان از این قسمت شروع میشد و به طرف بالا تا این قسمت ها چی داشت؟ ادامه داشت. یا از این قسمت گفتیم از قسمت مندیبل تا قسمت های سفلیه یا تا قسمت کنار قدامی توراسیک وال اینا چی داشتن؟ امتداد داشت. یعنی به این شکل یک ساحر اینا در بر گرفتن. عضله که بعد از این است عبارت از عضله ترپیزیوس است. ترپیزیوس مثلا شما ببینید قسمت عضله چی آمدن؟ ترپیزیوس آمد. عضله ترپیزیوس میگالارد سوپرفیشال مسل است، از جمله عضلات بزرگ یا عضلات کلان سطحی است. منشه از اینا را گفتن یا اوریجنشان میگن از قسمت اکسیپیتال بون ان اسپینوس پروسس آف توراسیک ورتبرا، از قسمت استخوان اکسیپیتال یا از قسمت و از استخوان اکسیپیتال و اسپینوس پروسس توراسیک ورتبرا و امو شوک های یا اسپاین های فقرات توراسیک یعنی صدری، این قسمت به نام اسپاین ها یاد میکردیم. از این قسمت ها چی شدن اینا؟ من شگرفته ببینیم این قسمت ها، اینا رو به نام اسپاین ها یاد میکردیم قسمت ها را. و انزرشن یا ارتکاز از اینا رو ببینین، انزرشن از اینا رو میگه که در قسمت کلاویکل و اسکاپولا میباشن. خیلی ببینین قسمتی استخوان و استخوان چی شدن؟ اسکاپولا میشه و در قدام از این عضله کدام استخوان دیگه قرار دارن؟ کلاویکل قرار دارن. تأثیرات از اینا را میگن در بالای چی است؟ بالای اسکاپولا تأثیر میکنن، یعنی سبب حرکات در چی شد؟ اسکاپولا میشن. ترپیزیوس ها ببینه نظره ترپیزیوس ایجا هم گفتیم بالای اسکاپولا خیلی تأثیر میکنه، ایجا هم فنکشن شانه میگن. فنکشن از اینا میگه کرایزس هید اند شولدر است، که اینا سبب چی میشن؟ به شکل این عضله قرار داره، سبب بلند شدن گردن و شانه ها میشن. خب ببینید عضله گفتیم به هر دو طرف شانه قرار دارن و اوریجن شانه هم ببینید. اوریجن از اینا میگه که از قسمت بک آف نک، از قسمت خلف گردن اینا چی شدن؟ منشأ گرفتن و اپر ورتبرا ها که اینا رو یاد کردیم، یعنی اسپاین فقرات گفتیم که اینا چی شدن؟ منشأ گرفتن. یا قسمت مشکی جره بگویم که از قسمت استخوان اکسیپیتال یا قسمت خلف گردن چی شدن؟ منشأ گرفته بودن. و انزرشن از اینا همه قسمت های چی بود؟ کلاویکل و قسمت های چی بودن؟ اسکاپولا، که اسکاپولا و کلاویکل در قسمت چی شده؟ سبب انزرشن به عضله شد، یعنی عضله در این دوستخان انزرشن داشتن یا ارتکاز داشتن یا در این قسمت وصل شد. به این شکل یک ساختمان عضله تشکیل داده و در هر دو طرف شانه قرار داشتند. بعد از این کلینیکال نوتس آمدن، یعنی ارتباطات کلینیکی است. در ارتباطات کلینیکی از این قسمت کانجینیتال تورتیکولیس هم میخوانیم. کی کانجینیتال تورتیکولیس چی است؟ کانجینیتال تورتیکولیس میگه این حالت از باعث کش شدن بیش از حد این عضله یا عضلات میگه در جریان کار ثقیل چی میشن؟ با وجود میامدن. کدام عضله ریجه میگن؟ عضله استرنوکلیدومستوید گفتن، یعنی هر گاه عضله استرنوکلیدومستوید که جه نشان دادن، مثلا ACM نشان دادم، هر گاه عضله استرنوکلیدومستوید از حالت عادی که بیش از حد کار کنه و بالای از مثلا کار بیشتر اجرا شون، میگن که اکثرا از باعث کارهای ثقیل اینا چی میشن؟ با وجود میاین. در این حالت عضله تخریب میشن و ترمیم دوباره از اینا توسط نسج فیبروزی صورت میگیرن. توسط چی صورت گرفته؟ توسط فیبروزی. فیبروز رو خود میفهمینم و
از جمله ایلیاف سخت داره به نام چی یاد میکردیم؟ فیبروز یاد میکردیم. پس توسط فیبروز چی شدن؟ ترمیم شدن. هرگاه فیبروز ساحه را ترمیم کنه این سبب وزی میشن که عضله کوتاه شوند. پس به این شکل عضله چی شدن؟ کوتاه شد. عضله که کوتاه شد به این شکل سر به یک طرف چی میشن؟ قرار میگیرن، یا سر به اون طرفی که عضله کوتاه شده در اون طرف چی میشه؟ کج میشن. به شکل سر کج شد و این طرف هم کوتاه شد نسبت به طرف مقابلش. عضله دیگه که میخوانیم اسکلینوز انتریور مسل است. اسکلینوز انتریور مسل ایره میگن یک عضله مهمه در شناختن جذر گردن است، یعنی روت آف دنکه ما از طریق خوبتر میشناسیم. این عضله رو میگن که عمیقا موقعیت گرفتن، یعنی اینجا ببینید سینه هستن، میدل است، انتریور است و دیگه همچی میباشن پوستریور، که باز اینا رو مکمل در جدول هایی که در لکچر دیگه بر شما آماده ساختیم در قسمت باز اینا رو میخوانیم. و اینجا هم ببینید عضله استرنوکلیوید مستوید نشون دادیم و اینا باز در تحت از یه عضله چی قرار میگیرن؟ استرنوکلیوید مستوید. و اینا رو میگن که تقریبا به شکل عمودی از ستون فقرات تا ذل اول پایین میشن. به شکل عمودی از ستون فقرات اینا منشأ گرفته. ببینید قسمت از قسمت های ستون فقرات در گردن اینا منشأ گرفتن و در اینجا که ذل اول است یا فرستریب می باشند، با قسمت فرستریب اینا چی شدن؟ وصل شدن، یا با فرستریب اینا چی شدن؟ اینجا یک جا شدن اینا. میام ختم قسمت اول لکچر است و قسمت دوم شب است بعدا ادامه میتیم و بیجان سوالات شما جواب بتین. ببینین در بعض گروپ ها یک مقدار جنجال جور شده که یکی میگه من جواب میتونم، یکی میگه دیگهش گفتم من جواب میتونم. از خاطر بعض مسئلین برای ما گفتن که در گروپ ما جنجال شد. شما یک کار بکنین، همین سوال ها را که جواب میتین اگر در گروپ جواب بتین بین خود در گروپ اگر جور بین که یک نفر جواب بده خوب، اگر او رقم بین گروپ هایتان جنجال میشه هر کس پیش خود این سوال ها را جواب بده، پیش خود نگاه کنه. این سوال ها صرف هم بایی است که شما در ختم از این ویدیو، یعنی امی سوالات جواب داده تانستین، یعنی امی ویدیو را شما یاد گرفتین، امی درس را که امروز دادیم این را شما یاد گرفتین، صرف هدف ما امی هستم. خب عضلات گردن در بارش اولی سوال ما هستن. عضله استرنوکلیوید و مستوید را نقطه ارتکاز و نقطه منشأ آن را تشریح کنید. سوال دوم، کنار کدامی عضله استرنوکلیوید و مستوید با کدام ساختمان ها ارتباط دارند؟ سوال سوم، عضله پلاتزما را تشریح کنید، یعنی در مورد اوریجن اینزرشن و تصیب شما معلومات میتین. سوال چهارم، عضله ترپیزیوس را تشریح کنید، یعنی اوریجن اینزرشن همراه با فنکشن رول شما تشریح میکنید که چی رول داره. سوال پنجم، کانجینیتر تورتیکولیس از باعث تخریب یا از باعث کوتاه شدن کدام عضله به وجود میآیند تشریح کنید. و ایم ختم قسمت اول لکچر 14 است.